آرش آزمی سردبیر اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ما همراه شده برای بررسی بیشتر این موضوع یه هفته نگذشته آرش از آخرین باری که با هم دیگه صحبت کردیم یه اتفاق افتاده بود توی یکی از فرودگاه ها به دلیل مشکلات ارزی مسافران تجمع کرده بودن به نظر میاد که این مشکل ارز مسافرتی همچنان ادامه داره صفای طولانی چی بیشتر میدونیم بله دقیقاً حالا در ابتدا باید بگیم که همینطور که در پیام های مردم شنیدیم عملا سفر و به خصوص سفرهای خارجی از سبد مصرفی بسیاری از خانوارهای ایرانی حذف شده در سالهای اخیر عملا حتی سفرهایی مثل سفر ترکیه که طبقه متوسط و متوسط رو به بالا هم اون رو در سبد مصرفیشون داشتن عملاً مجبور شدن حذف بکنن با افزایش اجاره های مسکن با افزایش هزینه مواد غذایی و سایر موارد اما به هر حال اتفاقی که افتاد دولت اومد و ارز مسافرتی رو دو برابر کرد و متقاضیان سفرهای خارجی هم حالا گزارش هایی هست که حتی برخی مسافر واقعی نیستند میرند و در آخرین دسته بعد از اینکه دلارشون رو میگیرند مسافرت رو و بلیت هواییشون رو کنسل میکنن بلیت هایی که معمولا به مقصد ترکیه است و هزینه پایینی داره چون تفاوت دلاری که در دلار مسافرتی 42000 تومانی و بازار آزاد بالای 60000 تومان عملا 18 تا 20 میلیون تومان سود ایجاد میکنه برای در واقع افراد و حتی گزارش رسانه ایران میگه حتی این باب این موضوع هم باب شده که از این ترفند استفاده میکنن برای اینکه از این رانت بتونن استفاده بکنن اما جنبه دیگر قضیه این هست که عملا دولت با جیره در واقع در بازار ارز به خصوص بازار اسکناس کسانی رو که حالا به هر دلیلی طبقه متوسط بالا که توان سفر خارج دارند رو هم مستاصل کرده و نمیتونند از صرافی ها به طور رسمی خریداری بکنند و مجبور هستند در این صف‌های طولانی بیست وضعیت بازار ارز به چه شکلی هست با توجه به این دخالت هایی که وجود داره تو توضیح و غیره؟ گزارش هایی که ما امروز داشتیم عملا نشون میده که دلاری که بالای 61 هزار تومن چند روز بود تثبیت شده بود امروز حدود هزار تومن کاهش قیمت داشته 300 تومن آخرین قیمت هست تزریق اسکناس رو شروع کردن به بعضی از صرافی های منتخب و معتمد در این حال محدودتر کردن سایر صرافی ها رو گزارش هایی که ما داشتیم شامل اون هست و تزریق درهم در سامانه نیما که اون رو چند روزی هست که شروع کردن برای اینکه بتونن حداقل نذارن قیمت بره به سمت 61 62 هزار تومان در این مقطع پایانی سال برخورد امنیتی رو هم که خب در خبرها داشتیم چندین نفر دستگیر شدن گفته شده دلالان ارزی اما اون طرف قضیه روایت واقعی از جیره بندی ارز و مشکلات ذخایر ارزی رو باید از وارد کنندگان شنید که همینطور که اشاره کردیم عملا گفته شده که به بسیاری از اونها که حتی کالا رو آوردن و در گمرکات مونده ارز تخصیص داده نشده و در این وضعیت در واقع سردرگم موندن این نشون میده که تمام تلاش حکومت این هست که با جیره بندی و سهمیه بندی در بازار ارز به خصوص بازار اسکناس بتونه نرخ رو تا جایی که میشه کنترل بکنه و از پرش بیشتر این فنر نرخ دلار که به نظر میاد رها شده با توجه به مجموعه متغیرهای سیاسی و اقتصادی داخلی و المللی بتونه تا حد امکان جلوگیری بکنه. متشکرم از توضیحات دارش آزمی سردبیر اقتصادی ایران اینجا همراه ما